اولین سخنران ما رفیق محمود احمدی از حزب کمونیست کارگری ایران. رفیق محمود بیاید. جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. جمهوری اسلامی نمیخوایم، نمیخوایم. این شعار مردم در 7 روز گذشته بود. شعاری که نه تنها در 1 شهر، 2 شهر، 3 شهر، شعاری که از روستاها نه تنها رژیم جنایتکار اسلامی شنید، مردم در سراسر دنیا، سران دولت‌های مختلف در سراسر دنیا شعارهای مردم رو بر علیه رژیم، برای آزادی و برابری شنیدند. امروز همه دنیا میدونه جنبشی در ایران در سر کار در حال مبارزه است که میگه نه به رژیم اسلامی، زنده باد آزادی و برابری. مسئله چیه؟ مسئله چیه؟ امروز مسئله بر سر این که کی خواهان سرنگونی رژیم هست و کی خواهان سرنگونی رژیم نیست، نیست. پرونده اصلاح طلبی بسته شد. پرونده اصلاح طلبی بسته شد. امروز اصلاح طلبان هم خودشون رو تحت عنوانی که خواهان سرنگونی رژیم جا زدن جا میزنن. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! امروز اردو متفاوته. امروز اردو متفاوته. امروز یک اردو، اردوی انقلاب، اردوی انقلاب و ضد انقلاب. زنده باشو اردوی انقلاب و ضد انقلاب. دیگه مسئله این که رژیم خوب است و یا بد است نیست. دیگه مسئله این که رژیم بماند و یا نماند نیست. خودشون میدونن دارن گورشون رو گم میکنن. خودشون میدونن. امروز مسئله اینه، یک جریان کمونیسم چپ میگه انقلاب، میگه انقلاب، جریان دیگه میگه رفراندوم، رضا پهلوی میگه رفراندوم، جریانات دیگه میگن کودتا، جریانات دیگه میگن کودتا. اگه مردم در ایران آزادی میخوان که میخوان، اگه مردم یک دنیای بهتر که میخوان که میخوان، جواب رضا پهلوی، جواب ناسیونالیسم پرو غربی، جواب رضا شاه نیست. خود اینا با کودتا اومدن. من رضا با کودتا اومد، رضا با کودتا اومد. این رضا پهلوی هم با ترامپ با کودتا میخواد و با رفراندوم. به این اعتبار مسئله انقلابه، مسئله انقلابه. نکته دیگه، دولت های غربی اسلام سیاسی رو انداختن، هیولوی اسلام سیاسی رو انداختن به جون مردم. ما مردم در ایران میگن تمام سفارت خانه های رژیم اسلامی در سراسر دنیا باید بسته بشه. بگین سفارت خانه های جمهوری اسلامی باید بسته بشه. این خانه جاسوسی باید بسته بشه. مسئله اینه، تمام پول های سران رژیم در خارج از کشور باید فریز بشه و در اختیار دولت منتخب آتی مردم قرار بگیره. و الا دفاع از مردم همش کشکه. اینا خودشون جمهوری اسلامی رو حمایت کردن. نکته بعدی، طبقه کارگر اگه مسئله انقلاب و ضد انقلابه، پیروزی انقلاب با طبقه کارگره. اگه فقر نمیخوایم که نمیخوایم، اگه تبعیض بر زن نمیخوایم که نمیخوایم،